طبق قانون اساسی مشروطه، تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید به امضای 5 نفر از فقها می‌رسید. در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار و در دومین دوره مجلس شورای ملی، او جزو فقهای تراز اولی بود که توسط مراجع و علمای وقت برای نظارت و امضای مصوبات به مجلس معرفی شد. در زمانی که دولت روسیه برای ورود به خاک ایران اولتیماتوم صادر کرده بود، با نطق آتشین خود مانع از نرمش مجلس در مقابل روسیه شد. عالم سیاست سید حسن قمشه‌ای اصفهانی، معروف به مدرس، عالم سیاستمدار ایرانی در دوران مشروطه، از سادات طباطبایی و جزو برجسته ترین مجتهدان عصر خود. او به جهت قوت علمی و تسلط بالا در تدریس دروس حوزوی مدرس شهرت گرفت. در انتخابات مجلس سوم، آیت الله مدرس به عنوان منتخب اول مردم تهران راهی مجلس شد. جنگ جهانی اول آغاز شد. متفقین علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران وارد خاک ایران شدند. پیشروی قوای روس تا دروازه‌های تهران و مهاجرت عده زیادی از نمایندگان مجلس موجب شد که عمر مجلس سوم قبل از رسیدن به نیمه خود به اتمام برسد. در این شرایط مدرس به همراه 27 نماینده مجلس و جمعی از رجال سیاسی و مردم به سمت قم حرکت کرد. در قم کمیته دفاع ملی را تشکیل داد، اما این کمیته حریف قوای روس نشد. پس از شکست مهاجرین و ناامنی قم و تهران، مدرس با همراهی برخی رجال سیاسی در کرمانشاه و منطقه غرب کشور دولت در سایه را تشکیل داد. 2 سال بعد مدرس به تهران بازگشت و مجدداً با رأی مردم نماینده دوره 4 مجلس شد. او در این دوره نائب رئیس مجلس و رهبر اکثریت بود و مانع از صدور اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان شد. نمایندگانی موسوم به نمایندگان بدون موکل که با سفارش دربار عضو مجلس شده بودند. قرارداد استعماری 1919 را قاطعانه رد کرد و با نامه‌نگاری با سران ایالات و اشایر توانست مانع از تصویب آن و تبدیل ایران به مستعمره بریتانیا شود. اعمال نفوذ و دخالت نظامیان در انتخابات مجلس پنجم سبب شد تا مدرس و همفکرانش در اقلیت قرار بگیرند. در این دوره رضاخان با حکم احمدشاه قاجار و رأی اعتماد مجلس نخست وزیری را بر عهده گرفت. او با هدایت بریتانیا سعی در تغییر نظام سلطنتی قاجار به نظام جمهوری را داشت، اما مدرس باز هم مانع شد. مدرس طی نامه‌هایی به علما و مراجع وقت، آنها را نسبت به طرح جمهوری رضاخانی که در واقع حاکمیت بخشی به شکل جدیدی از استبداد در قالب دموکراسی بود، آگاه کرد و در نهایت رضاخان مجبور به عقب نشینی از خواسته خود شد. در این دوره همچنین 7 نماینده مجلس با هدایت مدرس طرح استیضاح رضاخان را اجرایی کردند که با توجه به ترکیب مجلس، رضاخان بار دیگر توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مدرس در مجلس ششم نیز نماینده مردم تهران شد. در این دوره به جهت اختلافاتی که از قبل با رضاخان داشت، هدف سوء قصد قرار گرفت. ولی با ترفندی که به کار بست، جان سالم به در برد. رضاخان متهم اصلی این ترور ناموفق برای سلامتی مدرس پیام داد. و او در پاسخ گفت: به ایشان بگویید به کوری چشم دشمنان زنده هستم. پس از کودتای رضاخان و تکیه او بر تخت پادشاهی، در اقدامی عجیب تعداد رأی مدرس در انتخابات مجلس هفتم 0 اعلام شد. اعتراضات مردم و علما به مجلس فرمایشی شاه نتیجه‌ای نداشت و مدرس ابتدا به مشهد و سپس به خاف و نهایتاً به کاشمر تبعید شد. او به مدت 9 در تبعید و ممنوع الملاقات بود. حکومت اما مدرس دربند را هم تحمل نکرد و 3 را مأمور به مسموم کردن او کرد.
مأموران حکومت پس از نوشاندن اجباری چای مسموم به مدرس، وقتی نشانه ای از تأثیر سم ندیدند، در میانه نماز عمامه او را بر گردنش انداختند و راه نفس او را گرفتند و او را به شهادت رساندند. تمام دارایی شهید آیت الله سید حسن مدرس در پایان عمرش، یک زیلوی کهنه، یک منقل گلی، چند استکان چای خوری و چند جلد کتاب بود.